Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بینندگان گران قدر تلویزیونی آریانا، علاقمندان و دلدادگان راه دین الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستداران بار دیگر قرار گرفتم. عزیزان خوب ما، سرفصل برنامه خود را با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز کرمیشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق یعنی طلاق که رجوع و بازگشت دارد دو مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاه داری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود و برای شما حلال نیست که چیز از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند مانع برای آنها نیست که زن فدیه و عوض بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. رسیدن به هدایت، حرکت سلمان فارس به چنین هدف، چه قسم تانست خود را به هدایت برسانه؟ سخنان از مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن را در رابطه به همین موضوع. الحمد لله وحده صلاة و سلام على من لا نبی بعد. بیننده های نهایت عزیز، خواهران و برادران در داخل و خارج از کشور، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حلقه ما و شما یا حلقات ما و شما تحت عنوان در جستجوی حقیقت و هدایت آغاز گردیده. در حلقه گذشته عرض کردم که رسیدن به هدایت، رسیدن به حقیقت، رسیدن به هدف، به شعار و به گفتار نمی شود، بلکه ما گام های عملی برداریم، مثل حضرت سلمان فارس رضی الله تعالی عنه که وقتی خواست به حقیقت و هدایت برسد اقدام کرد، به هزاران کیلومتر راه را طی کرد، الله سبحانه و تعالی به هدفش رساند. تا اینجا که حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه خودش به زبان مبارک خود قصه میکنه، میگه من در فارس پسر کسی بودم که معبد و یا آتشکده مجوسی ها را وظیفه داشت که همیشه آتشش را شعلور و روشن نگه بدارد.
یک دقیقه و ثانیه هم این آتش آتشکده باید خاموش نشود. پدر حضرت سلمان یک مجوسی بود، یک آتش پرست بود. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه هم با مطابعت از پدر مجبور بود که امی کارا را میکرد، ولی در یکی از روزها با خود فکر میکند که این دینی که ما با آن قرار داریم، این عقیدهی که ما با آن قرار داریم، دین و عقیده پوچ هست. دین و عقیده هست که انسان را به هدف نمی رساند. بالاخره شب و روز ما به این آتش سجده می زنیم، شب و روز به خروارها خروار هیزم را می سوزانیم تا آتشکده شعلور بماند. فایده از این آتش برای من، برای فامیل من، برای کشور من، برای اقتصاد من، برای اخلاق من، برای خانواده من چی هست؟ فکر دقیقی کردن، فکر بجای کردن و خوب اندیشیدن که هیچ فایده ندارد. اینجاست که حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه در جستجوی هدایت و در جستجوی حقیقت می شود. پدر سلمان در یکی از روزها حضرت سلمان را به دهکده دیگر غرض اجرای بعض کارها روان می کند. در نیمه راه مشاهده می کند که از کلیسای عیسوی ها آواز ذکر و عبادت به گوششان می رسد. به عوض این که در پی اجرای آن کار برود، حضرت سلمان داخل این کلیسا می شود. مشاهده می کند که عیسوی ها طبق دین درست خود، دینی که هنوز تحریف نشده است، تغییر نخورده است، عبادت می کنند و ذکر می کنند و انجیل را تلاوت می کنند. حضرت سلمان را این طاعت و عبادت و این دین خوش آمد. بعدا به اسقف امی کلیسا و یا رهبر مذهبی عیسوی ها و یا مسئول امی کلیسا میگه که اصل این دین شما در کجاست که من به آنجا بروم و تابعدار این دین شوم؟ اونها برش میگه که اصل این دین در شام است. سلمان فارسی شبانگاه پس به خانه خود بر می گردد و پدرش از او پرسان می کند که خب شما کجا رفته بودین؟ کار را که به شما سپرده بودم آن را اجرا کردید؟ حضرت سلمان میگه نه خیر، من که امروز دین و آیین دیگری را دیدم که از دین و آیین ما و شما کرده خوبتر است. پدرش پرسان می کنه کدام دین؟ دین نصارا، دین عیسویت. در کجا؟ در فلان جای. پدرش در اینجا تکان میخورد و احساس خطر میکند که حضرت سلمان مبادا گرویده دین نصارا شود و دین مجوسیت را و دین آتش پرستان را ترک بکند. حضرت سلمان را زنجیر پیچ میکند و در خانه بسته میکند و نمیگذارد که بیرون شود. در اینجا سالها سال و یا ممکن ماها ما حضرت سلمان در خانه خود زندانی می باشد و اجازه رفتن به بیرون را حتی به آتشکده را ندارد. ولی اصل گپ در اینجاست، سلمان با وجود آن که زنجیرپیچ بود، زندانی بود، نظربند بود، تحت توقیف قرار داشت، اجازه نداشت که از خانه خود بیرون شود، ولی عزم راسخ داشت، اراده قوی داشت و نیت خالص داشت که باید به حقیقت برسد. حضرت سلمان به اسقف کلیسایی که در آنجا موجود بود نامه نوشته می کند که هر وقت که قافله از شام بیاید
به من خبر بدهید که من با آن قافله یک جای شوم و روانه شام شوم و در شام اصل این دین را که همانا در شام قرار دارد ببینم و تابعدار این دین شوم. از این که سلمان عزم راسخ داشت، جد و جهد داشت، عمل کرد، اقدام کرد، خداوند متعال روز را سرش آورد که آن قافله از شام می آید و حضرت سلمان آهنها و زنجیرها را همگی را می سکلاند و از بین می برد و خدا آزاد می کند و داخل آن قافله می شد که به طرف شام حرکت می کند. انشاءالله بقیه قصه در حلقه بعدی به خدمتشان عرض می شود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علاقمندان برنامه دوزاران خوبی ما، در بخش دوم حال حدیث منور از حضرت پیامبر یتیم را داریم. از انس رضی الله عنه روایت است که گفت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم دو برادر بودند که یکی به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد و دیگری کار می کرد. برادری که کار می کرد از برادر خیش به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم شکوا نمود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شاید تو به خاطر برادرت روزی داده میشی. رحمت بودن دین برای زنان چه قسم؟ ارشادات استاد محمد اسحاق عرب را در همین مورد داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم تلویزیونی آریانا و علاقمندان برنامه چراغ هدایت، باز هم خوشحال هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم و با یک دیگری از سلسله برنامه های چراغ هدایت. در برنامه های گذشته ما صحبت های داشتیم پیرامون نگاه قرآن کریم یا دیدگاه شریعت نسبت به زنان که آیاتی از قرآن کریم هم تلاوت شد و موضوعات قرآنی هم در پیوان به این مسئله صحبت شد. در این برنامه از همه در بحث های گذشته یا درس های گذشته میخوایم یک نتیجه گیری داشته باشیم. در نتیجه گیری دو چیز مهم است. اولی که آیا دین خشونت را علیه زن میپذیره یا خیر؟ با آیا دین برای زن جایگاه قائل شده یا خیر؟ دومی که اعمالی که از آدرس ما انسان ها و من حیث مسلمان سر میزنه و در واقع باعث می شود تا خشونت ها به وجود بیاید، پس این اعمال چگونه محاسبه می شود؟ آیا اعمال ما مسلمان ها ربطی برای فکر و اندیشی ما دارد یا اینکه ربطی به دینی ما دارد یا اینکه این اعمال مربوط به خود ما یا به ذوق و سلیقه شخصی خود ما می شود؟ کوتاه‌تر اشاره میکنیم به عنوان نتیجه گیری که دین قطعاً خشونت را علیه زن نمیپذیره. نه تنها که خشونت را نمیپذیره، بلکه مثل که در بخش‌های قبلی گفتیم که برای اولین بار اسلام خشونت علیه زن از بیخ و بنیاد کند و برای زن جایگاه انسانی قائل شد. و دوم این که اعمالی که سر میزند از آدرس ما این حیث مسلمان و در صورتی که خلاف شریعت و خلاف دین و اسلام باشد هیچ ربطی برای دین ندارد، بلکه مربوطی میشه به خود ما. ما در بخشای قبلی هم صحبت کردیم که دو نوع دیدگاه وجود دارد نسبت به زنان. یکی دیدگاه شریعت است که خب معلوم است، واضح است،
جایگاه شریعت، جایگاه زن در شریعت که موضوع واضح شد. دوم، دیدگاه ذوقی و سلیقه‌ای و شخصی هست که این دیدگاه مربوطی میشه به خود ما و این هم عوامل خودش داره که گاهی اوقات ما مثلا از دین ما برداشت درست نمی کنیم و گاهی اوقات برداشتی سو می کنیم و گاهی اوقات اعمال منفی خودمان را می آیم از منظر شریعت و دین و اینها توجیه می کنیم که تمامش در واقع یک حرکت منفی است. اول اینکه ما عمل خلاف را انجام می دهیم خودش یک حرکت منفی است. دوم اینکه اعمالمان را توجیه می کنیم از آدرس دین و شریعت، این خودش گناه بزرگتر از او. و گپ سومی که ما همیشه برداشت های شخصی و ذوق خودمان را نسبت به شریعت و اینا که ترجیح می دیم، این هم خطای بزرگتر از چیزهای دیگه است. وضعیت که فعلا در کشور ما حاکم هست و متاسفانه اکثر خانواده ها و اکثر خواهر و مادر ما از او منظر رنج میبرن، اینا در واقع هیچ ربطی به دین و به شریعت ما ندارد. دین ما و شریعت ما موقفش واضح هست و در کشور ما برداشت های متفاوت است. هر منطقه و هر جای یک در واقع یک نوع رفتار خودش را داره. در بعضی جای هاست که بعضی ها مثلا یک نوع دیدی منفی نسبت به زنان داره یا دیدی تبعیض آمیز داره و او متاسفانه متاثر شده از افکاری که در محیط و منطق خودش وجود داره، عنوان از اینکه زن صنف درجه دوم است یا زن ارزش پیش پروردگار نداره یا اینکه از زن فقط من حیث ماشین تولید طفل یا من حیث خادم و یا من حیث کسی که همیشه باید مصروف کارهای خانه و مصروف پاکاری و تمیز ساختن خانه و اینا باشه، که این در واقع خودش یک نوع برداشت ذوقی و سلیقه‌ای است که هیچ ربطی به دین و به شریعت ما نداره و این مربوطی میشه به خودشان. و اگر بنابر همین برداشت خودش ای مرتکب خشونت میشه و خشونت را انجام میده، یا خب حالا خشونت چی؟ خشونت جسمی است که لط و کوب است که متاسفانه در بعضی جایا که از گذشته های دور و ای حتی میتونیم به جرأت بگیم که ای از رسوم جاهلیت است و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت گفت که شما با زنانتان رفتار خوب داشته باشین، با زنان نیکی بکنین و آیات قرآن کریم در این مورد صراحت داره و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر انسانی که نسبت به زنانش رفتار بد داره و اونها را لتکوب میکنه و ای از جزی از اعمال جاهلیت است، پس ما هم به جرأت میتونیم بگیم که مرتکب شدن خشونت که از خشونت فکری و روحی و آزار دادنشان شروع تا لتکوب، تمامشان از رسوم جاهلیت است و اسلام قطعا با این گونه اعمال مبارزه کرده و قطعا این گونه اعمال را به عنوان اعمال مثبت و پسندیده نمیپذیره. و برای اینکه اعضای خانواده از این گونه رفتارهای زشت آسیب پذیر نشوند، بر اونها هم یک مقدار برای زنها هم توصیه های خود را داره که تا شما امو جایگاهی که برای شما در نظر گرفته که عبارت از جایگاه رهبری و مدیریت خانواده است، او را از آن خود بکنین و اینجاست که یک خانوادی مبتنی بر رفاه و آسایش از هر لحاظ شما داشته باشید. از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردین تشکر و سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. عزیزان بینندگی برنامه، خوبان و بینندگان نهایت گرانقدر، این بود داشته های کنونی ایمان. در اخیر نعتی را داریم تا یکی باز هم روز بعد با جمعی از همکاران در خدمت شما قرار می گیرم و یکی دیگر از برنامه های چراغ هدایت را پیشکش می کنم. شما را به الله یک تامس برم. بنوشان بادم یارم ز جام مصطفی امشب،
ز جام مصطفی امشب معین کن به عینین جمال عینما امشب جمال عینما امشب به حق ذات بچونت به مشتاقان مجنونت به حق ذات بچونت به مشتاقان مجنونت نمایم از کرم یارب رخ شمس و دوحا امشب نمایم از کرم یارب رخ شمس و دوحا امشب به نوشان بادم یارم ز جام مصطفی امشب ز جام مصطفی امشب به حق آدم و هوا به نوح و حضرت یوشم به حق آدم و هوا به نوح و حضرت یوشم به شیس و حضرت یحیام بکن دردم دوایم شم به شیس و حضرت یحیام بکن دردم دوایم شم به نوشان بادم یارم ز جام مصطفی امشب معین کن بین عینم